سه گلی که مونزا زد، دو هیچ بازی عقب افتاده، 80% تیم حریف تو 80 دقیقه تیم بهتر زمین، ولی تو 10 دقیقه. خب پس این خیلی مهمه. سوال تقریبا تمام موفقیت های بزرگ از شخصی شروع شده که در نهایت آماده مقابله شده و میگه کافیه، میستد و مبارزه میکنه. ببینید بچه ها، خداوند فرصت های زیادی رو در زندگی برای همه ماها تعیین میکنه. خب این که من از فرصت هام استفاده بکنم یا نکنم انتخاب من، ولی موقعی که ببین شما یه مسیر رو قراره طی کنید به یه هدفی برسید، الان مسیر تحصیلی تونه، بعد شغلیه، بعد زندگیه، کسب درآمده و و و و، وقتی تو از الان در شروع کار یاد بگیری که از فرصت‌های خودت استفاده بکنی، در طی مسیر موقعی که رشد می‌کنی انقدر توانمند هستی که فرصت‌ها رو از دست ندی یا فرصت سوزی نکنی. پس اینکه تو الان اینجا نشستی نهاوندیان داره با 15 سال تجربه باهات صحبت میکنه، یه فرصتیه که تو به دست آوردی، قرار این حرفا رو بشنوی. پس این هم فرصت دیگه، فرصتی که امروز این حرفا رو بشنوی و جدی بگیری و خوب تمومش کنی. کارگاه انتخاب رشته بودم، درست انتخاب کنم. مثل این نشه که من دانش آموز داشتم تو همین انتخاب چیز، حالا اون موقع اینا این تستا رو انجام ندادن، رتبه 23 کنکور تجربی، 4 سال پزشکی دانشگاه تهران خون انصراف داد، بعد شد 13 ریاضی، الان داره کامپیوتر شریف میخونه. چرا؟ چون مسیر اشتباه رفت، دید علاقه شون چیزی که بوده نبوده. پس انتخاب خیلی مهمه، پس استفاده از فرصت ها خیلی مهمه. بچه‌ای که توی کلاسن، آزمون ورودی دارید، امتحان پایان ترم دارید، همین الان برای من بنویسین که کیا قرار از الان تغییر بکنن و آخرش رو خیلی خوب میخوان تموم کنن و به جنگن. بنویسین برای من، زود برام بنویسین. آخرش باید به نفع شما شه. حاضری تمام سختی‌ها رو به جون بخرید تا اون آخرش به نفع شما شه. بنویسید برای من. هدفتون رو بنویسید. با هدفتون بنویسید که چه کار میخواید بکنید. سریع. ایلیا بنویسید برام هدفت چیه؟ چی رو میخوای خوب تموم کنی؟ به چی برسی؟ من یه لحظه میرم برمیگردم ببینم اینا رو. نم بشین همتونا. باریکلا ستایش، باریکلا، همینه. مشخص تیسوشان قبول شم، بعد میخوام رتبه تک رقمی بیارم، یعنی فرصت همون میخوام تمامش رو استفاده کنم. باریکلا علیرضا، یعنی برگهتون نمیخواه این فرصت رو استفاده کنی؟ این آقای مایکل جردن،
حالا یه خورده اینجا نوازده است. باریکلا همتون، باریکلا.